سلام و درود خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی دریملند. در برنامه 21 گفتگو هستیم و بخش نهایی گفتگو با جناب آقای ساسان حبیبند، پژوهشگر و نویسنده در حوزه روانشناسی و خودشناسی. همونجور که مستعصر هستین، در قسمت‌های گذشته در رابطه با خودشناسی و اعتماد به نفس و مسائل خودشناسی صحبت کردیم و در این جلسه سوال‌های دیگه‌ای رو در خدمت ایشون داریم. یکی از سوال‌هایی که برای دوستان پیش اومده بود این هستش که در ارتباط با کتاب‌هایی که شما به تحریر درآوردین، چه ویژگی‌های خاصی در این کتاب‌ها هستش که اون رو از کتاب‌های روانشناسی دیگه متمایز می‌کنه؟ چون کتاب‌های روانشناسی که بیشتر ما می‌خونیم و در بازار هست بیشتر حالت کلیشه‌ای داره، ولی این یه حالت‌هایی از عرفان هم شما در اون ادغام کردین. اگه لطف کنین بفرمایید که این متمایز بودنش از کتاب های دیگه به چه صورت هست، متشکر میشه. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم به همه دوستانی که ما رو میبینن و وقتشون رو لطف میکنن در اختیار ما قرار میدن و همینطور باز میخوام تشکر میکنم یه بار دیگه از این فرصتی که دوستان برنامه گفته بود در اختیار من گذاشتن. عرض کنم که بله، سوالی که شما فرمودین در مورد خصوصیت های کتاب، در حقیقت این سوال رو اینجوری هم میشه مطرح کرد که چه چیز باعث شد یا چه خلأی باعث شد که این کتاب ها رو من بنویسم، یعنی چه چیزهایی احساس میکردم نقصان داره و کمه یا نیست در بازار کتاب خودشناسی. حالا صرف نظر از کتاب هایی که من به شخص اونها رو خودشناسی نمیدونم، حتی بعضی از اونها خودفریبی هست یا بعضی ها فقط در حد سرگرمی هست، بعضیشون هم خیلی خوبه البته، صرف نظر از این بحث چند ویژگی هست که من احساس میکردم که لازمه کتابی با این خصوصیت ها نوشته بشه که در آثاری که موجود بود و من توی این همه سال خوندم و آشنایی داشتم کم و بیش، در این آثار این خصوصیت ها نبود. من بعضی از این خصوصیت ها رو که سعی کردم در کتاب های خودم رعایت بکنم و کتابی با این مشخصات بنویسم خدمتتون، فقط بعضی هاشو عرض میکنم. یکی این که بحث های خودشناسی، مبحث خودشناسی در حقیقت بیشتر به صورت بحث های پراکنده، البته بسیار با ارزش بعضی وقتها، بسیار زیبا، بسیار تاثیرگذار، ولی پراکنده و فاقد ارتباط و انسجام ارائه شده در بسیاری به صورت به نوعی گمراه کننده هم هست که میتونه، حالا اگر گمراه کننده نباشه بعضی هاش هست قطعاً، ولی بعضی هاش هم سر و ته قضیه از نظر شخص من حداقل مشخص نبود و من دوست داشتم کتابی نوشته بشه که بحث خودشناسی رو به عنوان یک نظام سازمان یافته و دقیق و منظم، یعنی دارای ورودی و خروجی، یعنی دارای اینتروداکشن به اصطلاح یا مقدمه، توضیحات و نتیجه گیری نوشته بشه و من سعی کردم در کتاب ها این کار رو بکنم، به خصوص در کتاب بندباز. من این دیدگاه خودشناسی خردگرا رو نه به صورت بحث های متشتت یا اندرزگونه حتی یا نصیحتوار، بلکه به صورت یک نظام جامع و منظم مطرح کردم که مقدمه قضیه مشخصه، سعی کردم طور باشه، یعنی و توضیحاتش و بعد نتیجه گیریش، یعنی ما از اونجا شروع میکنیم که اساسا مشکل ما دقیقا چی هست و بعد ماهیت مشکل رو بررسی میکنیم و به ریشه های اون میریم و در بخش آخر توضیح میدیم که چگونه میشه از این مسئله رها شد، راه حلش رو شما پیش پا میذارید. در کتاب بندباز فصل اول اسمش هست سرگیجه، یک جور اشاره میکنه به این سرگیجه فکری و باوری که در ما هست و ما رو آزار میده و مشکلاتی رو که ایجاد میکنه، دوگانگی هایی که در ذهن، بله دقیقاً، و بخش های دیگه، حالا هر کدوم اسم های خاصی دارن که معنی داره، مثل مثلا آفیس، بخش هست اسمش آفیسه، یه بخش هست اسمش سیرکه که به یه سری از روابط بیمارگونه و نادرستی که در جامعه مثل یک سیرک برقرار هست اشاره میکنه، و بخش آخر اسمش هست صندلی راحتی که این شما میتونید حدس بزنید که ما از سرگیجه به سیرک و بعد به صندلی راحتی میاد، طبقات رشد اون شخص، مراحل رشد یک انسان، مراحل دوچار شدگی یک انسان به رنج و بعد مراحلی که میتونه این انسان رو برسونه تا ببینه که روی یک صندلی راحتی بشینه و زندگی رها باشه و
به آرامش برسیم. این یکی از خصوصیت ها هست که سعی کردم رعایت بکنم، منظم بودن و سازمان داشتن مطلب، قابل فهم بودن مطلب. نکته دوم بازی خصوصیت کم سابقه که در کتاب بندباز بیشتر هست، این هست که تمام این بحث رو من سعی کردم در قالب یک داستان دلست. یک داستان ساده و قابل فهم، ولی پندآموز، بله، و دارای لایه های عمیق‌تر ارائه بکنم. و این هم خیلی کمیاب بود، چون کتاب ها معمولا یا به صورت خیلی با یک زبان آکادمیک و دانشگاهی یا حتی صغیر گاهی نوشته میشن دلست. و گاهی هم به صورت که اونها عمق ممکنه داشته باشن ولی جذابیت به اون صورت ممکن نداشته باشن، خواننده رو خسته کنن. از طرف دیگه کتاب ها ممکنه به صورت داستان نوشته بشن و جذابیت داشته باشن ولی عمق به اون صورت نداشته باشن. ولی من سعی کردم که این دوتا رو ادغام بکنم و داستان هم عمق داشته باشه هم داره لایه های عمیق فلسفی و روانشناختی در از همه پسند باشه. بله، سعی خودم کردم و واقعا هم همینطور هست. درست شما، مرسی. و بعد آخرین نکتم این هستش که یک سری از سوالاتی رو که من خودم خیلی دوست داشتم که جوابش رو پیدا کنم و پیدا نمی کردم، یا اگه پیدا می کردم برای من کاملا اقناع کننده نبود، مثل این که اصلا نفس چیه؟ یعنی این پدیده که ما بهش میگیم نفس، اگه جنبه شعاری و شعری و شاعرانش رو کنار بذارین یا تشبیهش رو، واقعا نفس جنسش از چیه؟ آیا فکره؟ نفس روحه؟ نفس اهریمنه؟ نفس چیه؟ من این رو سعی کردم در کتاب به روشن‌ترین شکلی که میتونستم توضیح بدم و فکر میکنم وقتی خواننده کتاب رو میخونه شاید برای اولین بار آره کاملا متوجه میشه که نفس چیه. یا مثلا سوال این که من کی هستم، سعی کردم این که من کی هستم رو در کتاب توضیح بدم. اینا یه بعضی از خصوصیت های ویژه کتاب بود. و آخرین ویژگی این هست که اکثر کتابایی که شما میخونین که عرض کردم بعضیش هم خیلی آثار خوبیه، ولی کتاب میبینید که بیشتر یک بود از قضیه رو گرفته. یعنی فرض میکنید که کتاب کاملا جنبه عرفانی داره، کتاب دیگه هست کاملا جنبه علمی و روانشناختی داره، کتاب دیگه هست کاملا جنبه فلسفی داره. ولی من سعی کردم که از تمام این حوزه‌های روانشناسی، فلسفه، علم، حتی زبانشناسی، چه از دانش و خرد کهن و چه از دانش و ساینس امروزی استفاده بکنم برای دادن پاسخ‌های قانع کننده و شفاف و قابل فهم به اساسی‌ترین سوالاتی که در زندگی پیش میاد. یعنی آمیزه علم و عرفان یکی از چیزهایی هست که من خودم واقعا زیباست، خیلی سعی کردم واقعا زیباست. و اینکه شما تمام ابعاد رو در نظر گرفتین و مسلماً که یه پدیده به این زیبایی به تحریر در اومده. یه سوال دیگه این هست که در مباحث گذشته شما اشاره کردین به این که یه سری از احساسات هستن مثل خشم، حسادت، کینه، ترس و اضطراب، اینا رو زیر مجموعه خودباختگی دونستیم و خودباختگی هم ریشه تمام مشکلات بشریت اینجوری که شما اشاره کردین از دید شما هستش. میخواستم ببینم که اینا چه ارتباطی با خودباختگی داره، اگه اجازه بدین برای بینندگانمون یه توضیحی در این مورد داشت. بله، خواهش میکنم. بله، بنده ادعا کردم و وظیفه دارم الان دفاع کنم از حرفی که زدم. من عرض کردم به شما، ببینید اگر ما این رو بپذیریم که سنگ بنای آرامش و شادمانی و رشد انسان اعتماد به نفس اون هست، به همون معنایی که قبلا اشاره کردیم، پس باید پذیرفت که اگر اعتماد به نفس در حقیقت آسیب ببینه، ما ممکنه به انواع و اقسام مشکلات دچار بشیم. اما این توضیح کلش. اما همین سوالاتی که مواردی که نمونه هایی که فرمودید، مثلا مثل حسادت، خساست فرض کنید، یا اضطراب، اینها چگونه به خودباختگی برمیگرده؟ و حتی ببخشید تعصب، یا تعصب دقیقاً، و خیلی چیزهای دیگه. چگونه من میتونم توضیح بدم که، یا میشه توضیح داد که اینها همش به خودباختگی برمیگرده؟ ببینید، بنده معتقد هستم که ما یک مشکل ریشه‌ای و اساسی داریم به اسم ترس، و این ترس در حقیقت ناشی از خودباختگیه. یعنی انسان وقتی خودش رو میبازه دیگه اعتقاد زیادی به ارزشمندی و توانایی خودش نداره. معنیش یا روی دیگه ایست که اینه که این انسان میترسه، یعنی چون انسانی که احساس ناتوانی بکنه وحشت میکنه، انسانی که احساس خوب نبودن بکنه، ناکافی بودن، چون احساس امنیت فکر کنم احساس امنیتش از بین میره، احساس خود ارزشمندیش دقیقاً
از بین میره و در نتیجه دچار احساس ترس میشه. حالا این ترس خودش رو به شکل‌های مختلفی نشون میده و ما برای هر کدوم از این بروزها، اشکال بروز ترس، اومدیم یه اسم دیگه ای گذاشتیم، یه اسم متفاوتی گذاشتیم، ولی اسمها نباید ما رو به اشتباه بندازن و ما فکر کنیم که مثلا خساست یه مشکل کاملا متفاوت و بی ارتباط با حسادت هست. یعنی اینا همه از ترس نشأت میگیرد. بله بله. و الان عرض میکنم، مولانا میفرماد که درگذر از نام و بنگر در صفات، تا صفاتت ره نماید سوی ذات. بت پرست دیگر بمانی در صور، صورتش بگذار و در معنی نگر. این دو بیت که بسیار به نظر من پیام عمیق و مهمی برای ما داره، میگه اگر میخوای به حقیقت برسی، کلمه ها و واژه ها رو پس بزن و به عمق حقیقت اون پدیده برو. یک پدیده ممکنه یه اسمی داشته باشه، اون اسم گمراه کننده باشه یا مبهم باشه، چون برای... زایده ذهنم دست بله، چون اسم گذاری ها رو ما این کار کردیم. یعنی زبان در حقیقت، که خیلی هم بحثش رو کردیم توی هم کتاب بند باز هم تو کتاب از رنج دارم، زبان میتونه خیلی گمراه کننده باشه. ما باید برای اینکه حقیقت ها رو کشف بکنیم، کلمه ها رو بتونیم کنار بذاریم و به واقعیت ها برسیم. یه مثال بزنم اگه اجازه بدین. شما میبینید یک کسی به یه مأموری یا به یک کسی رشوه میده و اسمش رو میذاره هدیه گذاشتن، هدیه دادن، و بعد با من این مثال آوردم، و بعد وجدان خودش رو توجیه میکنه با این کار و شب سر راحت میذاره رو بارش، من هدیه دادم دیگه. ولی ببینید ما اگه اسم هدیه رو از روش برداریم، میریم به ماهیت، اون موقع ماسک کنار میره، واقعیت اوریان میشه و ما میبینیم که نه، کاری که شما کردیم هدیه دادن نبود. البته این مثال خیلی ساده است، مسئله خیلی پیچیده. خیلی از اصولایی هستن که اصلا انسانیت رو زیر سوال میبرن و زیر پا میذارن. و خب اگر ما به معنای اون پدیده بریم، واقعیت اون رو، واقعیت اوریان اون رو میبینیم. خیلی وقتا به قول مولانا همون داستانی که سه نفر یک در هم پیدا کردن، یکی میگفت من استافیل میخوام، یکی میگفت من عنب میخوام، چهار نفر، یکی میگفت من عزوم میخوام، یکی میگفت من انگور میخوام، بعد معلوم شد که هر چهار نفر یک چیز میخوان، که اینجاست که مولانا میگه اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. حالا من میخوام اینو عرض کنم، ما اگر معنا رو بگیریم، یعنی نام رو کنار بزنیم و به معنا بتونیم بریم، گوهر هر چیز رو کشف میکنیم. حالا میخوام برگردم به سوال شما. ببینید همه اینها شکل‌های مختلف ترسه، منتها ما چون اسمای مختلف گذاشتیم فکر میکنیم که واقعا اینا با هم متفاوته. چطور؟ مثلا ببینید ما ترس از ترس بیجا یا ترس مفرد از دست دادن مال رو اسمش رو گذاشتیم خساست. کسی که میترسه به طور بیجا یا مفرد میترسه که مالش رو جایی که واقعا ترسی نیازی نیست به ترسه، میتونه خرج کنه، میترسه اینو خرج کنه، میترسه بی پولی یا اینو خرج کنم، جایگاه اجتماعی ما از دست بدم، یه موقع خب همیشه هم بحث بی پولی نیست، ارزشم رو از دست بدم، اینو مجبور گشتیم خساست، در حالی که این دقیقاً ترس از همه نشد گرفتن ترس. وقتی من به شما حسادت میکنم چه اتفاقی میفته؟ من به دلیل احساس کهتر بودن، کوچیک بودن و حقارت، وحشت دارم از اینکه شما از من جلو بیفتید. این وحشت رو ما اسمش رو گذاشتیم حسادت. پس حسادت هم یه جور ترسه، ترس از دست دادن ارزش رو ما اسمش گذاشتیم حسادت. و تعصب. تعصب چه معنی داره؟ من یک عقیده‌ای دارم، یه نظری دارم، خب با شما مطرح میکنم، شما نظر مخالف من ممکن داشته باشید، چرا میچسبم بهش و دوست ندارم اینو از دست بدم و این به اصطلاح با پیش‌داوری با تعصب اصرار دارم؟ به دلیل اینکه من خودم رو با عقایدم هم هویت کردم، هم هویتی یا آیدنتیفیکیشن، یکی از بحثایی که تو کتاب آوردم بسیار مسئله مهمی هست. بله، من از دینم، از آیینم، از اسمم، از طرز فکرم، از کتابم، از مملکتم، از هر چیزی برای خودم اومدم شخصیت ساختم. و بعد وقتی با شما بحث میکنم سر اینکه مثلا این تیم، من میگم این تیم خوبه، شما اون تیم فوتبال خوبه، با هم دعوا میکنیم، در واقع داریم از شخصیتامون دفاع میکنیم. چرا این جنگ اتفاق میفته؟ ما ترس از این داریم که شخصیتمون آسیب ببینه. پس تمام اینها در حقیقت برمیگرده به ترس و ترس نتیجه خودباختگیه. در ارتباط
ارتباط با کتاب شما فرمودین پس یه آمیخته ای از عرفان و علم و علم کهن و علم نوین از همه ابعاد این کتاب ها نوشته شده. اینو میخواستم ازتون بپرسم چه ارتباطی شما بین عرفان و خودشناسی و روانشناسی میبینید؟ بله، عرض کنم خدمتون که من همینطور فلسفه احتمالا و حتی چیزهای دیگه زبانشناسی. من تو در مقدمه هم توضیح دادم در بند باز که ببینید ما اولا خودشناسی یک پدیده فرا علمی، فرا اعتقادی و فرا ملیتیه، یعنی به هیچ محدوده ملیتی یا قومی خاصی محدود نمیشه. چرا؟ برای که خودشناسی خرد زندگی کردنه، خودشناسی نحوه تفکره، خودشناسی هیچ اعتقاد خاصی به ما نمیده، نمیاد بگه این اندیشه رو داشته باش اینجوری فکر کن، این اعتقاد رو داشته باش اینجوری فکر کن. من در اصل فکر کنم به خاطر اینکه اون روح والای انسانه که به انسان میخواد اون شخصیت رو بده یا اون تکاپو رو بده، در اصل ما دنبال اون شناختن روح والای خودمون. بله دقیقاً. ببینید ما میخوام در حقیقت بگم که خودشناسی به ما نحوه اندیشیدن رو یاد میده، به ما اندیشه نمیده، چگونه اندیشیدن رو یاد میده. و خب ما تو هر حوزه‌ای که میخوایم وارد بشیم باید چگونه اندیشیدن رو بلد باشیم، یعنی باید بتونیم به قول فارس، به اصطلاح زبان فارسی که میگیم، صریح رو از ناصریح تشخیص بدیم، قدرت نقد داشته باشیم. به همین دلیل ما در خودشناسی مثل یک تشنه‌ای هستیم که در به در به دنبال یه آب گوارا، یعنی بوی آب گوارا به مشامش رسیده به قول مولانا، و حالا داره به دنبال اون چشمه زلالی میگرده که میدونه یه جا هست، شاید ندونه هنوز کجاست ولی به دنبالش میگرده چون امید داره و میدونه که پیداش میکنه. این تشنه، این رهگذر تشنه، این مسافر تشنه به هر منزلی که میرسه از اون منزل هر دانشی که بهش بدن یا اندرزی که بهش بدن، راهنمایی که بهش بکنن که از اینجا برو یا از اونجا برو که به محبوبت برسی، که به گمگشتت برسی، استفاده میکنه. و به همین دلیلم کسی که دنبال خودشناسیه از علم استفاده میکنه برای شناخت خیش، از عرفان استفاده میکنه برای شناخت خیش. اینا همه ابزارهایی هستن که شما به خودشناسی بخوای برسید. دقیقاً. چون با علم ما نمیتونیم به تنهایی نمیتونیم. به تنهایی نمیتونیم. بله شاید نتونیم. چون علم خیلی چیزا رو خب ناشناخته است برای. 100%. اصلا تعریف علم یا ساینس این هست که ما میگیم یک پدیده که باید قابل آزمایش باشه، قابل تکرارپذیری باشه و بشه مشاهده کرد. دقیقاً. خب خیلی از سوالات رو اصلا از حوزه علم خارج هست و باید با فلسفه پاسخ داد، باید با عرفان پاسخ داد، با چیزهای دیگه. به همین دلیل ما به طور خلاصه عرض میکنم که ما برای شناخت خیش و پاسخ دادن به اساسی ترین سوالات زندگی که در اول بحث عرض کردیم، از هر وادی و هر حوزه‌ای که به ما کمک بکنه کمک میگیریم، از جمله عرفان، از جمله فلسفه و از جمله روانشناسی. میشه بیشتر توضیح داد در حقیقت، ولی من نمیخوام در وقت امروز ما نمیگنجه. بسیار توضیحاتتون کامل و جامع بود. بینندگان عزیز با ما باشید، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با سوالات بیشتر. خب جناب آقای ساسان حبیبن، کسانی که کتاب ها رو خریداری کردن و خوندن اکثرشون احساس رضایت داشتن و خیلیشون از جمله خود من این احساس رو داشتیم که دیدگاهمون به زندگی خیلی متفاوت‌تر شده، خیلی راحت‌تر شده و یه واقعا تحول خیلی مثبتی در اونها رخ داده و اینکه واقعا این کتاب ها رو در نوبه خودشون در حوزه روانشناسی و خودشناسی واقعا بی‌نظیر دونستن. این میخواستم بدونم که شما چه توصیه‌ای دارین به بینندگان عزیزمون و کسانی که دوست دارن این کتاب رو داشته باشن، چه توصیه‌ای به بینندگان و خوانندگان این کتاب دارین؟ بله خواهش میکنم. عرض کنم که ممنون از تعریفی که کردیم. امیدوارم واقعا اینطوری باشه. هدف من هم این بوده که من همیشه اینو گفتم، ما بزرگترین هدیه‌ای که ما میتونیم به هم دیگه بدیم آگاهیه. چون آگاهی در دل خودش شادمانی داره، در دل خودش صلح داره، در دل خودش
دوستی و پیشرفت داره. و من واقعا کتابا رو به این دلیل نوشتم که ذره ای از چیزی که فکر میکردم کشف کردم یا فکر میکردم لازمه مطرح بشه نثار انسانهای دیگه بکنم، تقدیم دیگران بکنم. و خوشحالم که میشنوم شما یه همچین بازخوردهایی داشته کتاب، امیدوارم که همینطور باشه. بله بله. عرض کنم که توصیه که خب الان من نمیتونم در جای نیستم، ولی دوستان یکی دو تا نکته شاید بتونم در مورد کتاب‌ها حداقل بگم و یه نکته هم در مورد کتابخوانی. در مورد کدومش اول بگم؟ در مورد کتابخوانی. بله. مردم هدایتش هم میگه. بله. عرض کنم خدمتتون که باز من میگم چون میدونم کسانی که کتاب رو از زندگیشون حذف کردن، به نظر من این خیلی یه فاجعه است که ما تو یه دریچه بزرگی به خودشون آره در حقیقت دریچه ورود به یک جهان بزرگی به اسم دانش رو انسان نباید به خودش ببنده با نخوندن کتاب. و من مطمئن هستم که اگر ما آشتی بکنیم به کتاب، با کتاب و رو بکنیم به کتاب، زندگی ما عوض میشه و شادمانی و آگاهی به زندگی ما برمیگرده. و مطمئن باشید ما علاقمند خواهیم شد، اگر الان علاقه نداریم به تدریج علاقمند خواهیم شد و بیاید با کتاب آشتی کنیم و اونو به زندگیمون برگردونیم، چون میتونه تمام چیزهایی رو که نه تنها فرد ما بلکه تمام جامعه انسانی بهش نیاز داره به ما برگردونه. جوامع پیشرفته تر جوامعی هستن که میزان پابلیکیشن یا انتشار کتاب بنده. و مجله و اینا توشون زیاده. جوامع پیشرفت نکرده، اجازه بدید بگم، جوامعی هستن که کتابخونی و انتشار کتاب توشون کمه. هر چقدر کتاب عزیزتر باشه اون جامعه هم عزیزتره و موفق‌تر 100%. و در جامعه‌ای که کتاب ذلیل باشه متأسفانه راه پیشرفت بسته میشه. پس مطمئن باشید که با خوندن کتاب چیزی از دست نمیدین چی، بلکه زندگیتون یه معنای دیگه پیدا خواهد کرد. اما در مورد کتابای خودم چندین نفر از دوستان که حالا از تجربه هم عرض کنم، خیلیایی که حالا کتاب کامل خونده بودن که هیچ، ولی اونایی که خیلیا بودن که کتاب رو همین الانم هم هستن، یه بخش کوچیکی رو خوندن، مثلا 50 صفحه 100 صفحه، بعد با سوالات بسیار زیادی اومدن سراغ نویسنده، حالا یا ایمیل کردن یا تو فیسبوک، و بسیاری از سوالات تا در طول کتاب جواب داده شده. منتها یک کمی بعضی عجولن. من میخوام عرض کنم که ما عجول نباشیم و اجازه بدیم که هر دو کتاب به طور کامل خونده بشه و بعد بیایم سوال مطرح بکنیم. این نکته رو من در مقدمه کتاب هم بسیار تاکید کردم، در متن هم تاکید کردم که شما یکم شکیبایی کنین، کتاب ها رو تا آخر بخونید و بعد قضاوت کنین، یا اگه میخواین سوال مطرح کنین بعد هم مطرح بکنین بعد از خوندن کتاب ها. یک دلیل مهمش این هست که آنچه در کتاب ها مطرح شده تا حد زیادی جدیده، تا حد زیادی برای ما ممکنه ناشناخته باشه و با اون تعاریفی که مثلا در کتاب از مسائل مختلف اومده میگه، با اون چیزی که ما تو ذهنمون داریم تا الان یاد گرفتیم و باهاش کامفورتبل بودیم، راحت بودیم، متفاوت باشه. بنابراین نیازمند این هست که ما کاملا این رو بهش اجازه بدیم که کتاب خودش رو بر ما عرضه بکنه و بعد بیایم به اصطلاح سوالی اگه داریم یا نقدی اگه داریم. این یک خواهش. خواهش دیگه این که حتما بنده رو از نظراتشون، از سوالاتشون و انتقاداتشون بی بهره نذارن. کتاب که نوشته میشه دیگه مال نویسنده نیست، اثر هنری دیگه مال هنرمند نیست، مال جامعه است و این جامعه است که باید با سوال پرسیدن، حتی با انتقاد کردن که خیلی خوبه، کمک بکنه به رشد کتاب، به نویسنده. انتقادات بعضیشون انتقادات هستن که واقعا جز این که مثلا بوده، بعضی گفتن چرا اینجا به جای و مثلا شما کاما گذاشتین، یا مثلا نه شخص شما کلا میخوام بگم که بعضی وقتا فقط ما ذره بین ایدیوی برمیداریم و دنبال ایک هستیم. حبیباً شما آیا کتاب های دیگری هم در دست تحریر دارید که بخواییم با بینندگان عزیز شیر کنید؟ بله، عرض کنم که چون شما پرسیدین کتاب هایی، من ناچارم همه حقیقت رو بگم، به قول این دادگاه ها که میگم قسم میخورم همه حقیقت رو بگویم و چیزی جز حقیقت نگم. من دو تا کتاب حقیقت در حال حاضر
دارم در دست به اصطلاح تحریر، که اولیش زیاد ارتباطی به بحث ما نداره، میگم ولی چون پرسیدید من میگم این کتاب ویژه آموزش زبان برای ایرانی ها، فارس زبان ها در حقیقت من دارم مینویسم، که من احساس کردم که خلایش وجود داره، واقعا وجود داره، باید یک کتابی مخصوص آموزش زبان با اون چیزهایی که من فکر میکنم باید باشه و نیست و چیزهایی که نباید باشه و به غلط تصور میشه، اون رو من برطرف بکنم، توضیح بدم تو کتاب که بتونن با زمان کمتری به شیوه بهتری زمان یاد بگیرن. اما در حوزه خودشناسی، بله، من کتاب سومی در دست نگارش دارم، اسمش رو گذاشتم سه گام تا رهایی، که علت این که من سه گام تا رهایی گذاشتم اسم این کتاب رو این هست که من در این کتاب سعی کردم به این سوال پاسخ بدم، خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، که میپرسن چه باید کرد. یعنی این که یک جوینده حقیقت، یک جوینده آرامش، کسی که میخواد راهش رو تو زندگی پیدا بکنه و از رنج تردید، سردرگمی، عصبیت خلاص بشه، چه کار باید بکنه به صورت خیلی عملی و قابل فهم. من این رو فکر میکنم در سه مرحله باید توضیح داده بشه، یعنی من فکر میکنم سه مرحله داره این کار، که به همین دلیل اسم کتاب رو گذاشتم سه گام تا رهایی. خب طبعا کتاب که در بیاد دوستان خواهند خوند، ولی شاید اگه کنجکاو شده باشه خیلی کوتاه توضیح بدم که سه گام به نظر من سه مرحله میشه گفت وجود داره برای کسی که میخواد از خود باختگی به خود باوری و از رنج به رهایی برسه. مرحله اول رو من گذاشتم خودشناسی. خودشناسی بیشتر جنبه فلسفی و فکری قضیه هست. اونجا که ما میشیم باورهامون رو دوباره پالایش میکنیم، طرز فکرمون رو نگاه میکنیم، به همه چیز تردید میکنیم، یه شک مثبت در ما به وجود میاد که حالا این فکرایی که من دارم نسبت به خودم، نسبت به دیگران، باورهام تا چه حد درسته، معیار قضاوت من در مورد خودم و در مورد دنیا چیه و چه اشکالاتی توی این معیار ممکنه وجود داشته باشه که باعث بشه من رنج بکشم. و این درست دلایلی که باعث رنج میشه، چون تو هر فردی میتونه متفاوت باشه نسبت به اون جنبش. بله، اون جنبش که بعد بیشتر فکری داره، اونجا اون جنبه توی این مرحله اول مد نظر هست. بله، چون من بارها گفتم یکی از مشکلات ما فرافکنی هست، یعنی ما فکر میکنیم که دنیا باید خوب بشه تا من آرامش داشته باشم. شما نباید کار بدی بکنید، ایشون نباید توهین بکنه، اون آقا نباید آرامش من رو به هم بزنه، اون چرا از من ایراد گرفت. دقیقاً این میشه یک جهانی از رنج که در خودمون داریم حمل میکنیم. درست. و به دیگران نسبتش میدیم. هدف خودشناسی این هست که ما اینو بفهمیم که تا جایی که ممکنه رنج رو باید از درون ریشه کن کرد، نه از بیرون. یه زبان مسئله هست که همیشه ما اینو میگیم سر کلاس هم گفتیم که برای اینکه راحت باشی یا برای اینکه خار تو پات نره، کفش پوشیدن خیلی راحت تر از دنیا رو فرش کردنه. و مولانا هم اجازه بدید تو این بخش پایانی دو سه بیت از مولانا بگم در همین ارتباط، که میگه که راه لذت از درون دان نزبون، ابلهی دان جستن قصر و حسون، آن یکی در کنج زندان مست و شاد، وان دگر در باغ ترش و بیمراد. قصد چیزی نیست ویران کن بدن، گنج در ویرانه است ای میر من. که در اینجا داره توضیح میده که البته منظور از بدن خود مسلمن بدن فیزیکی نیست، منظورش همون نفسه، و میخواد بگه که لذت و آرامش چیزی از درون باید بجوشه و تا زمانی که ما برای رفع رنج هامون یا برای رسیدن به لذت به بیرونی ها چنگ میزنیم، مولانا میگه این برونی ها همه آفات توست، به بیرونی ها چنگ میزنیم، ما مثل یه چشمه خشکی که هی داریم با صد صد توش آب میریزیم، این ما رو به آرامش واقعی نمیرسونه و ممکنه ما رو به رفاه نهایتا برسونه ولی به خوشبختی نمیرسونه. رفاه با خوشبختی فهم میکنه، رفاه ویژه تن، خوشبختی مربوط به روانه. اما میخواستم عرض کنم که بخش اول که گفتم سه گام تا رهایی، حاشیه هم رفتم موز بخوام، خیلی بسیار عالی و جامع و واقعا لذت بود. مرسی، لطف داری. سه گام تا رهایی مرحله اولش اینه، شناخت باورها و اونچه که در درون میگذره. مرحله دوم این هست که حالا که من این باورهای کلی رو شناختم، چگونه این سوالات اساسی که مطرح کردم در زندگی خودم صدق میکنه. چون ببینید شما ممکنه تو مرحله اول شما ممکنه سوال ازتون بپرسید، فرض کنید که هدف زندگی چیه، اصلا سعادت و خوشبختی یعنی چی،
بعد ممکنه هر کسی یه جوابی به این سوال بده. یکی ممکنه بگه سعادت و خوشبختی یعنی مثلا فقط لذت های جسمی، یکی دیگه ممکنه بگه سعادت و خوشبختی خدمت به دیگرانه، فقط همین. هر کس میخوام، من نمیخوام بگم کدوم درسته، فقط متفاوت، نظرات متفاوتی. میخوام بگم در مرحله اول شما به این سوالات جواب میدید، در مرحله دوم که عرض کردم مرحله اول خودشناسی است، مرحله دوم از شو گفتم خودآگاهی. در مرحله خودآگاهی شما میاد مصداق اینا رو تو زندگی خودتون پیدا میکنید و میگید خب حالا اگر مثلا هدف زندگی فرض کنید شاد زیستنه، من چطور میتونم شاد زندگی کنم؟ چه گام‌هایی باید بردارم که به اون شاد زیستن برسم؟ امکاناتی که توی چون ممکن شما یه شعار کلی تو زندگی داشته باشید. مثلا گاهی ما رویا پردازی میکنیم. آره. حالا تو مرحله دوم از حالت رویا یا فلسفه صرف میاریمش به جنبه عملی تو زندگی فردی خودمون. مرحله سوم وجود داره به اسم خودسازی که اونجا بیشتر برخلاف مرحله اول که بیشتر جنبه فکری و فلسفی داره، مرحله سوم یا خودسازی بیشتر جنبه تاکتیکی و تکنیکی و روانشناختی داره. ممکنه مسائلی باشه که ما نتونیم با باور صرف رفعش بکنیم، بلکه خیلی تو ذهن ما حالت شرطی پیدا کرده، حالت مکانیکی پیدا کرده. ما تو اون مرحله با یه سری تکنیک‌ها و یه سری شیوه‌ها سعی می‌کنیم اون مسائل رو هم بهش چیره بشیم. به این دلیل من اسم کتاب رو گذاشتم سگان تا رهایی. بسیار عالی، بی صبرانه ما هم همگان منتظر هستیم تا این کتاب به انتشار درآید. یه سوال دیگه ای که برای خود من هم همیشه سوال برانگیز بوده در رابطه با ذهن بوده و شناخت ذهن و اینکه شما هم اینقدر در کتاباتون تایید کردین در این رابطه، میخواستم نظرتون رو در مورد شناخت ذهن و کلن خود ذهن بدونیم. بله، سوال خیلی خوبی کردین. باز من برای که اینم جواب بدم اجازه بدید بیت معروف مولانا رو اینجا من تکرار بکنم که میگه که جمله خلقان سخره اندیشه اند، زان سبب خسته دل و غم پیشه اند. یعنی مولانا تاکید میکنه که اندیشه و فکر، البته فکر بیهوده منظورش هست که حالا توضیح دادیم، اندیشه و فکره که باعث شادمانی یا ناشادی انسان میشه. پس برای رهایی از رنج و تنش و تعارض و داشتن وجودی راحت‌تر و حتی جامعه‌ای بهتر و آرام‌تر، ما باید به اندیشه‌مون برسیم، یعنی رسیدگی بکنیم به اندیشه‌هایی که در ذهن ما می‌گذرن و باورهامون رو درست بکنیم. اندیشه، اگر میگه ای برادر تو همه اندیشه‌ای، مابقی خود استخوان و ریشه‌ای. یعنی به غیر از اندیشه نباشه توی فقط پوست و یه گوشت و استخون و جسم هستی. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. یعنی اگر تو افکارت مثل گلشن باشه، تو هم شکفته ای، شادی. انسان شاد کسی که اندیشه های گل مانندی داره، اندیشه های شکوفایی داره، اندیشه های خوبی داره، اندیشه های درستی داره. و اگر نباشه مثل یه تونه همون، مثل آتیش میسوزی و رنج میکشی و این رنج رو و این آتش درون رو به دیگران هم منتقل میکنه. با پرخاشگری، با بدرفتاری، با نفرت، با جنگ افروزی، با تعصب، خب، با از بین بردن انسانیت، با از بین بردن بشریت، با نسل کشی و با فجایعی که متاسفانه توی دنیا شاهدش هستیم 100%. عرض کنم که و به همین دلیل هست که ما تاکید بسیار زیادی، نه حالا شخص من، تمام کسانی که تو حوزه فلسفه، روانشناسی و خودشناسی گام زدن، قلم زدن، حرف زدن، مطلب نوشتن، به این نتیجه رسیدن که ذهن نقش بسیار اساسی و محوری در تعیین مسیر زندگی انسان داره، در خوشبختی انسان داره و در نگاه انسان به دنیا داره. و من توضیح خیلی زیادی دادم، یعنی توضیح مفصل دادم توی کتابا، ولی اینو خدمتون بگم که خلاصه مطلب به این برمیگرده که ما انسان‌ها دنیا رو از دریچه ذهن می‌بینیم. ذهن پنجره ماست به جهان برون، پنجره درون است به جهان برون. شما هر چیزی که می‌بینین، شاید تقریبا همیشه ذهن شما در گرفتن این اطلاعات
اون چیزی که میبینه بی‌طرف نیست. ذهن شروع میکنه به تعبیر و تفسیر و در این تعبیر و تفسیر هست که انسان‌ها چیزهای مختلفی رو در یک پدیده واحد میبینن. میگه هر که نقش خیش بیند اندر آب، برزگن برزگر باران و گازر آفتاب. من و شما از یک پدیده واحد دو تا چیز کاملا متفاوت میبینیم. شما خوشتون میاد، من متنفر میشم. علتش اینه که ما دو تا ذهن متفاوت داریم و قضاوت‌هایی که میکنیم و قضاوت‌هامون و احساساتی که در پی این قضاوت‌ها میاد و رفتارهایی که در پی این قضاوت‌ها میاد همش نتیجه اینه که فیلتری به اسم ذهن وجود داره که ما از مسیر این فیلتر دنیا رو میبینیم، نه دنیا رو چنان که هست نمیبینیم، اونجوری که خودمون میخوایم و برداشت اونجوری اون که ما آره دقیقاً و این اهمیت ذهن رو نشون میده. و همون مثالی که حالا ما آوردیم که تو کتاب هست که عینکی که معلم به شاگرد میگه که این عینک رو بزن به چشمت، وقتی میزنه عینک دودی، میگه که همه جا خاکستری شد، همه جا تیره شد. میگه خب حالا عینک رو درار. عینکی که در میاره میگه چی شد؟ میگه همه جا روشن شد، همه چیز واقعی شد. میگه آها، این عینکیه که ممکنه به چشم داشته باشی و تیره دیدن جهان از عینکیه که به چشمت زدی، جهان تیره نیست. برای اینکه تیرگی از زندگیت رخت بر ببنده، عینک جهل و نادانی رو یا تعصب رو یا هر چیزی که هست، عینک نفس رو از چشمانت بردار. یعنی دست ذهن رو پاک سازی کن. بله دقیقاً، که میگه که دو سر انگشت را بر چشم نه، هیچ بینی از جهان انصاف ده. خود ز چشم انگشت را بردار هین، وانگهانی هر چه میخواهی ببین. بسیار عالی. ما که سیر نمیشیم از این همه بیانات مفید و آموزنده شما و سوالایی که باز پیش میاد، ولی فکر میکنم که تو کتابهای آینده سوالای بیشتری که بینندگان دارن تو اون جواب خواهد داده شد. در اینجای برنامه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. امیدوارم که از این مبحث ما خوشتون اومده باشه و براتون آموزنده واقع شده باشه. بحث آخر رو میتونیم در خدمت شما اگر پیشنهادی توصیه به بینندگان بدیم. خیلی لطف داری. من هم باز تشکر میکنم هم از شما هم از دوستان این برنامه و هم از دوستان خوبی که کتاب ها رو تهیه میکنن، تشویق میکنن ما رو، و من هم به عنوان یه عضو کوچیکی از جامعه نویسنده ها تشویق میکنن، مورد حمایت قرار میدن. کتاب ها رو حالا چه تهیه میکنن و چه کسانی که مخصوصا نظر میدن، انتقاد میکنن، پیشنهاد میکنن، اینا همه باعث بهبود کار میشه و باعث میشه که اون نویسنده، اون هنرمند، اون فیلمساز، اون مجری کارش رو بهتر بکنه و باز به خود ما بیشتر خدمت بکنه. یعنی به نفع خود ماست که ما از نویسنده هامون، از هنرمنده هامون، از کسانی که برای ما کار میکنن به شکل های مختلف حمایت بکنیم. من خیلی متشکرم. عرض دیگه نمیم. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم.